ادامه کمک‌های بشردوستانه آلمان به مردم افغانستان. آلمان اعلام کرده است 90 میلیون یوروی دیگر را به کمک‌های بشردوستانه‌اش به افغانستان اضافه می‌کند. سفارت این کشور با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان انسانی در افغانستان در رشته تیویتی هدف از این کمک‌ها را تسریع بخشیدن روند کمک‌های بشردوستانه دانسته و افزوده این کمک‌ها از طریق برنامه جهانی غذا، برنامه توسعه سازمان ملل، صلیب سرخ و نهادهای غیر دولتی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. با توجه به وضعیت وخیم بشردوستانه در افغانستان، آلمان کمک‌های بشردوستانه خود را تا 90 میلیون یورو دیگر به برنامه جهانی غذا و برنامه توسعه ملل متحد افزایش می‌دهد. اما شماری از آگاهان اقتصادی بهبود وضعیت بشری کنونی کشور را با کمک‌های بشردوستانه کار دشوار می‌دانند و می‌گویند برای حل بحران بشری در افغانستان باید روی پروژه‌های انکشافی تمرکز صورت بگیرد. تمامی کمک‌ها باید نظارت مستقیم صورت بگیره و هی نقد گذاشته نشه که در قطنا روی کمک ها پول نو پاشیده شوه. و سیومین حرفی که ما در قسمت کمک ها داره می است که عمدتاً علاوازی کنترل صورت میگیره، علاوازی که بر مردم میرسه را کارهای نو را بوجود میاره، نو حرکت های گزارش دهی نیز موجود باشه که آدم بفهمه که چی در کجا باید مصرف شوه. از سوی هم برخی از باشندگان کشور میگویند اگر این کمک ها به گونه درست مدیریت شود می تواند اقتصاد کشور را تقویت کند، اما در برخی موارد کمک ها عادلانه توزیع نمی شود. توانمندسازی اقتصادی یک بود مثبت در افغانستان است و هر خانم شما اگر متوجه از این شده باشین در نظام قبلی هم اگر یک آقا شهید می شد یا از بین می رفت، یک خانواده بسیار بزرگ سرپرستش از دست می داد، یک مادر بچهش از دست می داد، یک خانم شوهرش از دست می داد و یک خواهر برادرش از دست می داد. به خاطر ازمی خانمای هستن، ما در قریجات و قصبات معلومات زیاد دارم که می بینم از نگاه توانمندی اقتصادی هیچ چیز ندارند. این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ در صفحه تویترش نوشته است که مردم افغانستان با زمستان سخت و بحران اقتصادی روبرو شدند. در حال حاضر سوی تغذیه در کودکان به 90% رسیده است و خانواده ها میان انتخاب خوردن و گرم شدن خانه هایشان روبرو هستند.